النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، يعني أي منزل، سواء كان في بحر أو في بر أو في منزل أو في طائرة أو في أي مكان، فقال اونطوری که خوله بنت حکیم رضی الله عنها روایت کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بیان فرمودند که هر کس در جایی بار انداخت و فرود اومد و منزلی برگزید، چه دریا باشه، چه خشکی باشه و چه هر جایی، در این چنین حالتی اعوذ یعنی التجئ و اعتصم بالله لا بغیره، لان هذا لا يقدر عليه الا الله، در این حالت به الله پناه میبره و به الله پناهنده میشه و به کسی و چیزی غیر از الله پناه نمیبره، چون هیچ چیز و هیچ کس جز الله نمیتونه کسی رو پناه بده. به کلمات الله، یعنی هذا فيه اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، لا يمكن ان يكون كلام الخالق الكامل ككلام المخلوق الناقص. میگه که اعوذ بكلمات الله، کلمات الله کلام الله رب العالمین کامل هست و درش هیچ نقصی نیست، برخلاف کلام مخلوق و رویکردی که داره. التامات من شر ما خلق، یعنی من شر کل مخلوق. پناه میبره به کلمات الله تامات، کلام کامل و بی نقص الله متعال، از شر همه آنچه که الله متعال آفریده. نعم، قال لم یضره شیء، یعنی لا یضره شیء من هذه الاشیاء. نعم، در صورتی که این رو بگه، به فرموده رسول خدا علیه الصلاه و السلام هیچ چیزی بهش ضرر و آسیب نمیرسونه. حتی یرحل من منزله ذلك، تا وقتی که از اون جایی که در اونجا اتراق کرده و بار انداخته بره و از اونجا کوش بکنه، هیچ چیزی به او ضرر و آسیب نخواهد رسید. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت ذلك، یعنی جرب هذا الحديث دائما يذكره لا يضره شيء. قرطبی رحمه الله میگه که من این رو تجربه کردم و همواره این رو میگفت و هیچ ضرر و زیان و آسیبی ندید. حتی دخلت الى منزلي ذات يوم ولم اقل الدعاء يقول فلدغتني عقرب. و میگه یک روز وارد منزل خودم شدم و اونجا این دعا رو نگفتم و عقربی من رو گزید. نعید قراءه هذا الدعاء. بنابراین دوباره الفاظ و کلمات این دعای مبارک رو تکرار میکنیم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. پناه میبرم به الله، به کلمات کامل و بینقص الله متعال، از شر آنچه که خلق کرده. نعم، فنقول هذا الدعاء عندما يعني تنزل الطائرة مثلا، ننزل في مكان بر، في بحر، في بيت جديد، في أي مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه والله أعلم. این دعا رو وقتی که در هواپیما قرار میگیریم یا در خشکی و دریا، در جای اتراق میکنیم و منزلی میگزینیم، در هر جایی که قرار بگیریم این دعا رو بر زبان میاریم و از الله متعال میخواییم که ما رو با حفظ و امان خودش محافظت بفرماید.